چشی این بهت بگم یعنی سال یه بار نمیشه چشی. نه خیلی بامزه است. چه قشنگ معطلم کرامت کرامت کرامت. این چیه آبا جان؟ کرام که یه پرنده از عصر عجب قلب در بیاره مشکل تو سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، در کنار آقا پدرام عزیز، بابا و بابی گل هستیم. اومدیم در یک جا به نام سرزمین عجایب. قبل از این یه چیزی بگم آقا، این همه بلاهایی که قبلا سر ما آوردن حالا شما بعدم میبینیم. شوخی خیلی باشون کردیم، یه ذره اذیتشون کردیم، خیلی جذابه. حالا اومدیم ولاگ بگیریم که اینجا کجاست. اینجا در ملک آقا پدرام هستیم که علاقه خاصی به داشتن حیوانات جالب و جذاب دارن. آقا پدرام اگر آماده ای سلام علیکی با مردم داشته باش و بریم برای معرفی حیوانات خانگی شما. بسیار. اول از کجا شروع کنیم؟ بریم از اینجا شروع کنیم که داستان چیه؟ درسته؟ بریم بفرمایید. این از گوسندانی که در اینجا میبینید. نه این سلام علیک بود. آقا پدرام شما جلو باش، یه سری توضیحات بده که داستان اینا چیه و چجوریه. اینا همه هیچ کدوم از حیوانای ما اصلا برای کشتن نیستن، برای خوردن نیستن، همش اینجا وای نگه می‌داریم. درسته؟ داد و ولد می‌کنم پیش خودمون می‌مونن. هیچ کدومشون یعنی هیچ کدوم برای مثلا یا آقا یعنی هیچ کدوم اینا کشته نمیشن و همه فقط برای اینکه علاقه شخصی شما هست نگهداری میکنیم. بریم اینور ببینیم چی داریم. دوبرمن. دوبرمن. اینجا چیکار میکنه؟ یه لحظه بر جمع شپه. خب این چیه؟ این چیه؟ من با خودت آقا شادوه. شادو بیا. شادو بیا بالا. شادو بیا بالا. یو آبا جان. شادو جان. بعد الان فقط به خاطر اینکه ما اومدیم اینا رو بسیم، ولی کلا توی محیط باز هستن. این شادو احتمال گرفتن داره. این چیه؟ این چیه؟ تو ایکس بیا بالا. سلام تو ایکس. سلام تو ایکس. چقدر پوستش خوشگله. آره تو ایکس داره. اینا نژادش چیه آبادرام؟ گولدن رتریور. بسیار عالی. آقا یه دو تا ایبل باحال اینجاست، بریم با هم ببینیم. اسمش چیه آبادرام؟ اسمشون یا نژادشون؟ نژادشون چیه؟ نژادشون یه اسمشون راکونه؟ آره، یکی رامکونه، یکی فریبورس. فریبورس. بریم ببینیم که اینجا چه راکونای خوشگلی داره. سلام آقا فریبورس. اسمش کدوم فریبورسه؟ من داخل میشم ببینم. فریبورس. آره. اون توپول فریبورس. سلام فریبورس. فریبورس جان ارادت. فلان بشم. حالا آقا پدرم یه سوال دارم. حالا اسم فریبورس از کجا اومد؟ از اول فریبورس بود. اسمش هم که میشناسه ندونه سوالات کنه. نه جی. اصلا اونم بلدشه. خیلی بعد آقا پدرام این کولری که اینجا نصب کردی یه توضیحات میدی در موردش که قضیه چیه و چرا نصب شد؟ اینکه سرزمین اصلیشون کاناداست. اونا حیوانایی هستن که تو سرما زندگی میکنن. دیگه چون الان اینجا تابستونه ما مجبور شدیم براشون کولر بذاریم که هوای خنک اونجا کلا باد یخ میزنه. خنک بچن اینجا میخوانن. گم میتونم ببینید این یعنی رسیدگی به حیوانات. خدا خیر. فریبورس آسمانیه. فریبورس چرا؟ چرا فریبورس آسمانیه؟ تازه اومده اینجا. کامل اوکی. فریبورس جان اوکیه داستان، زیاد سخت نگیر. این چه چوچونیه؟ چقدر من یاد سیمبای قهوه‌ای میندازه. بازی میگه. رامکال بچه خوبه. رامکاله، درسته؟ رامکال. بسیار عالی. اینم از این. چی می‌خورن آقا جان؟ آلبالی. همه چی، اینا همه چیز خاص. این انگور خیلی بامزه. چه قشنگ معطل. الان همش این فکر کردم که بود یه میوه میاد سری دو دسته میرفت بود جان. باش شما شروع کردی. چقدر قشنگ داره. یاد بگیر نگاه کن انگور خوردن اینجوری. اونجوری با خوشی نمیخورن. انگور اینجوری میخورن. خیلی خوشگلن اینا. من اخ یه لحظه خاطی کن. دیگه انگور بده. نه یکی چه گیره من فوز میگیره. فریبورس یه ذره داره. اوکی بشه تو. اینجا گیرم باشه گیرم باشه یه گلیم هم بده بشه بیدم از طولی به مصرم آقا خوش
ندارم. پدر جان گردو. گردو چی می‌خواد؟ دستشو ببین. فریبرز همه چی می‌خوره. نه کلا اینو همه چیز خورم. من فریبرز چون بزرگتره رئیس این که اسمش فریبرز قطعا نره دیگه، درسته؟ هر دو تا نره. هر دو تا نره. فریبرز آقا فریبرز سلام. مهمان داری؟ الان شده سه تا. میگی الان شده سه تا. بیا آقا بیا. کلا ولی فریبرز احتمال داره. الان شده آخر تکی. مواظب باش. بابات مواظب. رامپال میگیره. رامپال اوکیه. فریبرز یه سر گوش نگیره. من بچه خوبی هستم، خواهش رو مهربانم. فریبرز بیا. فریبرز رو بگیره. فریبرز رو بگیره. یه دانه لانکام گرفت. تقسیم من. فریبرز خطریه. فریبرز بیا. فریبرز عصبیه. فریبرز. رانکال. نه نه. فریبرز. رانکال مخور. رفیق فریبرز. رانکال بیا. بابای. پدرام جان، یه دونه اصلا انگورا بی ثمر به بابی هم بدین دیگه. یه دونه ببینید 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 چه جوری دستش اینجوری کنه. یه دونه یه دونه. پدرام جان یه همین جوری یه همین جوری. بیا بالا متی بیا بالا. نه نه بابا ادا رانکور در به چوری با دست میگیره. متی بگی همین جوری بگی. بده من. مثلا بیا. بیشور. اصلا فقط به عشق اینکه علاقه دارن به حیوانات این کارو انجام میدن. یه چند خروس هست خیلی برای من جالب بود. اینا مدلشون چه این شکلی مونچه خاصی عروسه مثلا. اسمش کرامت جان. اراده اینه. این چه اصلا اشوه داره، اصلا عروسه. ببینم. خودو چقدر خوشگلی تو. سلام کرامت. خوبی کرامت. کرامت جان. آقایون یه توضیح هم بدم. فکر نکنید اینجا درخت گردو داره، فردا گردو برسه ما این قابلان فسنجون بکنیم. اصلا اینو فقط واسه این نمایش. اوه اون چیه درامت؟ اون چیه؟ اون توییته؟ توییت. دوبرمن. این غاز اردک و داستان چیه؟ این بوغلمونه. نه قلقلقلقل. درسته؟ اونی که گفتی میگیره کدومه؟ بابک جان یه نوازشی به اون بکن. بیا این میگرفت تو. چرا؟ محل نمیدن. بیمار این چیه؟ این چیه؟ آبدا اسمه چیه؟ گیریتیان. این سگه دوستانش چیه گفتی؟ نانی بیا. نانی؟ نانی نانی دالمیشنه تو بغل خودم دنیا اومد. ایوه مادرش هم شیر نداشت، من خودم به شیر دادم، از یه روزگی بزرگش کردم. این گریدیان کلن با سگای دیگه مشکل داره اگه باز بشه؟ این؟ آره. نه این چون اوقات داره که مال اینه. آها احساس مال اینه. این میگه همه چی مال منه. الان من دست بیش بزنم احتمال داره منو بگیرم؟ یا ابا بابا درست بری؟ پس الان بذار سگای بقیه رو ببندیم بعد بریم سراغ بریم یه پرنده ای از دوستان. این پرنده اسم خیلی جالبی داره. دوست دارم این پرنده رو ما داشته باشیم. آه بیرونه. حدس بزنین این پرنده اسمش چیه؟ دوستان لطفا همین الان کامنت کنین که اسم این پرنده چیه؟ اینجا رو کنیم. جالب به شما بگم مادر سه تا چون اونه مرغ
نه بابا یعنی با هم جفتگیری دارن؟ مرغ نجی تو تو مادر دو دنیا بودن جوجه مادر خودشون بودن. آها چقدر جالب زرده چقدر خوشگل زرده خیلی زیباست. اونم همه اینجا دنیا مادن. من چه لذتی داره به خدا، چه لذت. و اینکه هیچ کدوم کشته نمیشن و داره بوته بهشون رسیدگی میشه. الان اومدیم یه عقاب درجه یک رو بود. اسم چی بود؟ شایی؟ عقاب کوهستان افریقا. آی صداشو میشنم. آخه چهچهی میزنه. سلام، حال شما چطوره؟ شایان افش شاهان. شاهان سلام. شاهان شاهان من بابیم. سویلی چی ببین؟ مثلا شاهان چشم این طرفش که الان نگاه همین چشمی که الان دارین می‌بینین مشکل داره. این چشمش کمبینا بود، یعنی تقریبا نابینا بود. بله. به خاطر همین نمیتونست شکار بکنه، خیلی ضعیف شده بود. اومد پیش ما. بیشترین حیوان حیات وحشی که تا حالا پیش ما مونده الان نزدیک 6 7 ماه پیش ما. بعد کاملا آماده رواسازیه، کاملا سر حاله. همه چیش اوکی شده. میره واسه آزادی. آره. الان روش دست بزنم دستمو میگیره آبادان. احتمالش خیلی زیاد. من پشت گردنش یواش. همین گفت بابا تو پشت کاکلش یواش نشه. بدی تو نوازشش کن. اگه دوستش داری. بابا تو نمیذاری دست کنی. نه. تو میگی نه دیگه. سلام شاهان. ای آفرین. سلام شاهان. شاهان این چشمش رو دیدی؟ من مهربونم. آ این چشمش رو دیدی؟ آره. چشم سالمو ببین این شکلیه. آها. ولی با همون یه چشمشم الان کاملا متشکرم. شکار میتونه بخوره بفهمه. خیلی بچه خوبیه. تک بالتیموره. ما یه ذره با فاصله فیلم میگیریم. من پیش شما باشم که حداقل یه ذره ما رو چیز نکنه. اومد سمت من حواست باشه. نه نه اصلا نذار بیاد سمت من. نذار جان علی نذار بیاد. تو رو خدا ازت خواهش کردم. دمت گرم. نه نه واقعا من ببین من واقعا میترسم. اوکی اوکی. سفر نداره فقط یک بار بری پیشش سوال شده. یعنی شما الان دیگه چقدر معرفت داره. اینی تعریف کردین خاطر آبدران بگین در مورد اینکه به شما اگر واقعی منو بگیرین دیگه چیزی از شما باقی نمیذاره. واو. دعوامون بشه عصبانی میشه. این الان چند سالشه؟ 3 سال و 4 آقا بابک و آقای آمدی یه دست بهش بزنید میگه مشکل نداره. نه نه اینجوری نکنین اصلا بیچیزه. برین دیگه بابک برو دیگه. کجا برم؟ نداره میگه دیگه میگه همه باش عکس گرفتن. نه الان هستی اینو میگیره. ببین اگر بترسی انعقاد خونه چیز بیه بگم انعقاد خونه اگه از حیبون بترسی تو حرف نزن. حالت حیبون متوجه میشه به خودت حس میکنه. باز ماساژ بده ماساژ بده. واقعا خوشش میاد. خب بابا بولت هم خوشش ماساژ بده دیگه. الو احتمالاً تو دقیقه دیگه میاد دیگه خوشش میده ببینم. اخ این الان سیمبا اینجا بود. تموم بود. مهتی چقدر خوشش خلاص این بابک باید پشت گردنشه. پدرام این چیه؟ این لیلا خانم ماست. مرغ دریایی. آره. پس اینجا چی کنم؟ مرغ دریایی اینو شکارچی با تیر زد. این بالش ما عکس گرفتیم، کاراش انجام دادیم، یه عمل هم روش انجام دادیم. آره. و اوکی شد، حالش خوب شد، ولی متاسفانه پرواز نمیتونه بکنه. رسا چی میخوره؟ هر روزی نمیم در 20 ماهی میخوره مایه کوچولو کلکا. آره آره. بعد دیگه چون نمیشد رهاسازیش کرد دیگه اجازه دادم پیش ما بمونه دیگه. فعلا تا همیشه پیش ما فعلا که نه، یعنی تا همیشه باید پیش ما بمونه. آخ داره گاز میگیره؟ ماهی بخوره حال کنه. اسمش بابی لیلا. لیلا چون یه گاز بگی. لیلا چون یه گاز بگی خشم. یه گاز بگی؟ اصلا آدم حساب نمیکنه. نه ببین اینم آدم حساب نمیکنه. میدی تو نوک بزن، میدی تو نوک بزن با اون دماغت. این اسمش هوشنگه؟ اگه بتونم بگیرمش. طولی میشه. هوشنگ عزیز این چیه؟ یه دستمال من میدیم من صورت هم خوش کنم. این میدونی چیه؟ این چقدر گردنش درازه.
سرعت این پرنده دیدنیه. هم سرعت زیادی داره، هم گردن خیلی عجیب غریبی داره. اسمش چیه؟ بوتیمار. بوتیمار؟ آره. اینو حواسی حسابش. بوتیمار اسمش گذاشتی هوشنگ. یه دونه دیگه هم داشتیم اسمش آنخماو بود. آه پوتیوار، یکی داشتیم پوتیوار برای اسمونه. آره ما اونو دیگه رهاسازی کردیم رفت. این هم دیگه نزدیکه دیگه. این خیلی کوچولو بود، پر نداشت. یکی از دوستا برامون آورد، با میدرش داشتیم. الان دیگه ماشاءالله خوشخوراکم هست. این چی میخوره؟ ماهی میخوره؟ این هم ماهی، گوشت، پشه. پشه که نداریم بهش بدیم، ماهی و گوشت بهش بدیم. ولی یه بدی که این حیوان داره، عاشق اینه که چش آدم بزنه. چش آدم بزنه؟ آره. چون گردنش هم شما نمیتونی محاسبه کنی چقدر میتونی. یه دفعه دراز میشه. یه دفعه چش آدم میزنه. واو. پس خیلی بد. بعد با عینک با این کارو کرد. خیلی خطرناکه خودش. آره دیدی که گدیت اون گردنش سری اومده. چی داری میخوری؟ گردو افتاده بود. من تو خوبم. نمیدونی قاضی چی شو بدرام؟ نوکش. دو تایی که جلو کنار همن. رو کلهش یه غوز داره، غوغازن. خب؟ غوغاز؟ آره. خب؟ اون دو تا عاشق هم دیگه. واقعا؟ هم دیگه جدا نکن. بریم بریم بریم. وای. عاشق هم. یتیم مثل من تو. یتیم من تو چجوری عاشق همیم؟ وای. یعنی واقعا اینا عشق رو متوجه میشن؟ کاملا هم دیگه رو میشناسن، فقط با هم دیگه. واسه همین بهش میگن غوغاز. ویدیو پرندهای ماست. اینا رو خودمون درست کردیم. ایول. اینا رو براشون درست کردیم. میگم که یه پرنده از عصر عجم. نصفشون هم اینجا به دنیا اومدن. ایول. حالا اونم رو تخم نشسته. آخه آره آره نه نه. بعد یه چیز دیگه آقا پدرام، این ریزا که الان پایین هستن اینا چی هستن؟ بلرچین و مینیاتور. بلرچین و مینیاتور؟ ایوالله. عمری مینیاتور هم تو اینا هست که آینه اینجاست. آها این عمری مینیاتور. ایشو چشش قرمز قرمزه. ایشو این خوشگل نگاه کن. خدایا من چقدر چه بروزی. یه جفت خرگوش بخرید. الهی نمیدونستیم که حامل است. پنج روز بعد از اینکه اومد اینجا دیدم 8 تا بچه، 6 تا یا 7 تا بچه داره. الهی الهی. بعد دیگه از همون موقع تا الان فکر کنم 40 50 تایی شدم. همینجوری دارن زاد و ولد میکنن یک سره. میخوام بریم سراغ یکی از پرنده های جذاب. آقا بابی بیا. نه نه اسم این واقعا بابیه. آره اسمش واقعا بابیه. از عاشقی خوشحال بابی بیا. بابی بیا چقدر ای بابا. بابک بابک فکرم با تو اوکیه. بابی بیا. نه بیا. بیا. آها بابی دیر بابی در بابی الان بابی خوشگل داره. یه سری آبادان توضیحات داریم بابی. اصلا اسمش چی شد بابی شد؟ این قشنگتره. پیشه یه نفر بود از تهران برای من آوردنش. یعنی دیگه کار و شغلش شروع شد دیگه نمیتونست نگهش داره. از بچگی نگه داشته بود اینو. کار درستی نیست ولی به هر حال چیزی بود که پیش اومده بود درسته. برای من آوردم. منم با اجازه متوجهش نگاهش داشتم میشه خودم به خاطر این کجی نوکش. آخه این نوکش که کجی اگه تو طبیعت رها بشه این بچه نمیتونه خودش رو در ببره و نوکش از هم دیگه فاصله پیدا میکنه. مثلا نمیتونه غذا بخوره و تلف بشه. ما هر یک ماه هر 20 روز نوکش کوتاه میکنیم میبریم دامپزشکی. بله نوکش رو خدا خیرتون بده. مرسی. اوی دندونا اما انقدر در بیاد. مرسی. لاش گردو بود گردو ها دکره گردو ای چه ساله ایه. وسط ولاگ بودیم یه دفعه دیم یه اتفاقی افتاد. زنگ زدن یک جغدی پیدا شد اومدیم بگیریم. ای ساله میشکو آقای دوه. چرا تو کوچولویی؟ بزن رو سرش دیگه یواش. دست بزن روش. دست بزن روش. دست بزن روش. خیلی خوب. این جون پایین با جا داره بره. بگیرش 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 بگیرش. او خدا چقدر نوزه. بگیرش. ای بگیرش. گرفتی؟ بابک ببینم ایت بابک این بولو ببینم. تو. Yeah.
سلام. باکسشو بیار من اینو ببرم. ببین باور کن انگشت میگیره میچسبه. آ بدم یه روخ بدم من بگیرم. اوخی ببین پنجاش قفل کرد تو انگشت من، نگاه کن قشنگ فرو رفت. فرو بوده. وای چقدر تو خوشگلی. چه چشای اومد اینجا. یه سوال دارم، همین الان بیا براش یه اسم انتخاب کنیم. ببین ما اینو توی ساختمون پیدا کردیم، اسمش به نظر چی بذاریم؟ عمران زردچش. زردچش سویلو میشه. سویلو نه ماده است. بابا یه چیز گفت من چشمه بزنم بکنم ماده. اسمش بذاریم سویلا. سویلا آقا بریم سویلا. الان میبرمش دکتر، دکتر چکاپ بکنه، اگه حالش خوب باشه که ولش میکنیم، اگر مشکل داشته باشه حالت بشه سب بود دو دقیقه. اگرم مشکل داشته باشه که کارا درمانیشو انجام میدیم بعد دواسازیش میکنیم. به نظر نمیاد مشکل خاصی داشته باشه. ولی همین که اینقدر پیگیری میکنین دمتون گرم. یه سعی میکنیم یه ماشین بهش بدیم، آقا اومدیم یک لاک پشت خوشگل. آقا بدرام اومدیم خونه. آقا خونه آقا بدرام اومدیم. این اسمش چیه آقا بدرام؟ عقب‌تر برو بگم. فریدون. چند سالشه؟ سال نیست، این فکر کنم سه ماه، دو ماه، سه ماه. بعد اینا چقدر میگن 400 سال راسته؟ من چیزی که اطلاع ندارم نمیدونم. بگیر علی رو دقیقه. نه میذارم گاز بگیره. سرعتش خیلی زیاده. یک سانتی متر در یک روز راه میره. من برخلاف چیزی که فکر می‌کنین لو پشت بخوام فرار کنم سرعتش خیلی زیاده. این جاش نشون بده قشنگ یه توضیح در مورد جاش بدیم. اینجا کار خورشید رو میکنه. بی بی داره و یه دونه داره که میره توش میخوره. لامپ یو بی کار خورشید انجام میده. آقا در مورد خوراکش هم چیزی گفته بودین. خوراکش از میوه و سبزیجات خوراکشه. بیا بیارش ببینیم. میگه خوشگل، من بهش مامور پروتئین میدم. آقا فریدون. اینم آقا فریدون. فریدون جان بیا برو الان سر جات پسر. آف فدای تو بشم. آف ولی فریدون اینم آقا بذارم بالاش. نه خوبیش میره. بای این چیه؟ اینم توپولی ماه. توپولی خدای من. توپولی مپولی. این آقا بدرام مشخصتش چجوریه؟ دست بذارم بهش؟ با دست بذارم؟ دست بذارم. نه نه دست صورت خشم بذارم بهش؟ جان علی بذارم چجوری میشه دیگه؟ او چه خوچلی چه نازی خوچلی بارداره. خوچلی بارداره. اوچلی چقدر توپ تو خیلی خوشگله. چقدر توپ اوچلی 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 اوخ چقدر تنش خوشنگه اوچلی. یکی از دو جلو لبش بوس بده. اوچلی اوچلی. خب اینم از مار خوشخط خال ما. این اسمش چیه؟ اژدها. تازه آقا بدرام گفت پوستم انداخت. ببینید چقدر خوشگله آقا اژدها، چقدر زیباست. اون سمت اون ولیش کشیده چقدر خوش رنگه. این چند سالش آقا پدرام؟ الان دقیقا 3 ساله. این چند سال عمر میکنه اژدها؟ نمیدونم چرا دروغ بگم. 8 سالت ما بشه اضافه میکنیم 10 سالت. نه بیشتر عمر میکنه. بیشتر مار عمرش بیشتره. بعد این دو سال دیگه فکر کنم تا 4 سال و نیم دیگه کامل بلوغ پیدا کنه. آها پس هنوز میتونه رشد کنه. علی نگاه نگاه بچه ها چند تا سوراخ روی صورتش رو نگاه کن. اسکلاش ببین. هسکر هسکلاش این فرورت خیلی مهمه میدونی دیگه. بابا چی بود این چی؟ مامبوس ولنتینو بیشتر بیشتر علی میدونی که یه کم کم میادم سرچه موجود بعدی اسم این تمساح چیست آقا پدرام؟ تمساحی باندوس چنگیز. چنگیز خان. چنگیز کروکودیل. کروکودیله. چند وقتشه؟ الان 3 سال و نیم. از بغل بابا اصلا نبود بهش دست بزنی، یه دفعه میگیره. بعد اینا تو چند متر میشن؟ تا 5 متر. 5 متر میشن. این همونیه که میتی بهش بدی مثل خیار میخوره میتی رو. نمک نمیزنه بدون نمک. چنگیز خان مغول. چنگیز فسی. این بهت بگم یعنی سال یه بار نمیشوشه. نه خب قسمت بود. ما میگن به آب روشن هایی بگم. یه ششیدم به چنگیز شاشی دیگه قربونت برم. آقا چشمی داره نگاه کن. آقا یه زن نزدیک نمون میترسیم. دیمون بس دندونا رو نگاه کن. ببینم ببینم یه رزق قشنگ ببینم. برو جلو برو جلو. نه 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 ن
گرفتن تمساح رو در آب مشاهده میکنید دوستان عزیزم، یک کلیپ دوربین مخفی که ضبط شده بود. حالا شما سر فرصت، خب تمساح بعدی رو میخوام شاهد هستین. تمساح بعدی خودت نشون بده. یو اوخ اوخ بابک بابک اندخت تو، بابک اندخت تو، به قرآن اندخت تو. اوه خدای من عالی بود. دقیقاً آبش خوب بود آخه. والا نظر چیه؟ این چیه؟ آقا غلام این اسکار این پاسیل میمونن. چقدر نوزن غلام جون، غلام جون غلام تیم، اسکار جون اسکار تیم، غلام و اسکار. اسمشون حالا چیه واقعا؟ سمندر آقا کرسد گکو این این برنامه مهران مدیری اسکار از اینجا گرفت. اسکار بود میشه متی؟ یه اسکار بود فیلمش بود همین. آقا این کجا؟ کجا؟ تو خشته که من این میپره خود میگه پاستیل جنسش اینه پاستیله پاستیل پاستیل بیا بیا غلام بیا پاستیل بیا گیلاس میخوام بریم برای به پایان آمد این حکمت دفتر ما باقیست به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. خداحافظی میکنیم با شما، مرسی که در این ویلاگ همراه ما بودین دوستان عزیز. تشکر ویژه دارم از آقا پدرام، کسی که حامی حیوانات و کلی هزینه عشق علاقه براشون گذاشت و اشاره که خدا خیرتون بده. آقا پدرام اگر حرفی دارید به عنوان انتهای کار با حالا فالوورای ما در یوتیوب بفرمایید. نه عرضی نیست انشالله که همه با حیوانا فقط مهربون باشن. آره با حیوانا باید مهربون باشن. این مونه 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 قشنگ خدایی از نزدیک دیدیم که آقا پدرام واقعا چه زحمت هایی، حالا اون بحث هزینش بماند کنار، چه زحمت هایی واقعا واسه حیوانات میکشه. خدا خیرت بکنه، تنت سالم باشه انشالله. من خودم همیشه از بچگی مثل شما عاشق حیوانا بودم. امروز خیلی به من خوش گذشت، خیلی خیلی دوستشون داشتم. بچه ها همه یه دست به دروبی دکم بدین. خدا نگهدار.